سلام رفقا، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب خوب باشین، هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. اوضاع احوال همه چی ردیف و روال خوب و عالی. احمد امین هستم، اینجا دنیای مستر پانکه. بچه ها امروز اومدیم سراغ بازی کلش آف کلنز و میخوایم بریم سراغ دراگون و با هم دیگه بررسیش بکنیم به طور کامل و خیلی دقیق. و اونایی که یه ذره پلیرهای قدیمی بازی کلش آف کلنز هستن یادشون میاد احتمالا اون زمانی که هنوز تانهال 11 وارد بازی نشده بود، 4-5 سال پیش. اون زمان میتونم بگم همه با دراگون اتک میزدن. آقا چپ میرفتی راست میومدی با دراگون بهت اتک میزدن و قوی ترین پلیرهای بازی اون زمان کسایی بودن که میتونستن با حالا سربازایی بجز دراگون هم به شما حمله بکنن. بعد اون موقع دیگه شما کارت زار بود ای طرف میتونست با پکا حمله بکنه و یه جورایی دیگه همه با دراگون حمله میکردن. تانهال طرف 8-9 اینا بود، همه با دراگون. تانهال 10 اصلا، تانهال 10 یه زمانی خب مکس بازی بود دیگه و دراگون که نهمین سرباز بازی اگه اشتباه نکنم واقعا یکی از پرکاربردترین سربازهای بازی بود و انصافا هم خیلی قوی بود. یعنی شما تنها کاری که میخواستی براش انجام بدی این بود که چند تا ایردفنس رو از کار مینداختی، دراگونا رو میچیدی و خلاص آقا تمام. و دیگه اگه مثلا خیلی خلاق بودی میتونستی چند تا بالون هم بفرستی کمکی، نمیدونم واردن و این چیزا تو بازی نبود دیگه. همه یادتون میاد اون پلیر قدیمی هم این چیزا تو بازی نبود، ما دراگونا رو میچیدیم پشت سرش چند تا بالون مینداختیم اینورم مثلا دیگه ته تهش یه دونه کینگ تازه وارد بازی شده بود میذاشتیم و واقعا میزد دهن مپ حریف و سرویس میکرد. خیلی سرباز خوبی بود. ولی خب وقتی تانهال 11 به بازی اومد و مثلا الکترو دراگون وارد بازی شد دیگه کم کم استفاده از دراگون هم کم شد و کمتر شد و دیگه همه اومدن سمت الکترو دراگون، چون هم خیلی قوی تر بود، هم جون بیشتری داشت، هم میشد راحت تر باش مپا رو 3 ستاره کرد و کلا خیلی کاربرد بهتری داشت. و خب یه ویدیو هم به طور کامل اومدیم در مورد اتک زدن با الکترو دراگون ضبط کردیم که اونجا اومدیم بررسی کردیم ببینیم الکترو دراگون خوبه چطوره، چیکار بکنیم چیکار نکنیم این حرفا. و الان توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ دراگون با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که چطوری باش اتک بزنیم بهتره و اینکه اصلا دراگون هنوز ارزش اتک زدن داره، ارزش استفاده کردن داره، میارزه بخوایم ازش استفاده بکنیم، اصلا دیگه کارتی هست که جواب بده توی اتکمون بتونیم بهش اعتماد بکنیم و این حرفا، یا اینکه نه دیگه اصلا تاریخ مصرفش گذشته و نمیخواد بریم سمتش. و توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه به طور کامل بررسیش بکنیم. امیدوارم پشتتون بیاد لایک کامنت سابسکرایب و این حرفا یادتون نره. دمتون گرم، بریم سراغ ویدیو. خیلی خب، حالا قبل از اینکه بریم ببینیم بهتره از چه ترکیبایی استفاده بکنیم و چطوری اتک بزنیم و این چیزا، من اولش بگم که توی این ویدیو من طرف حسابم اون پرو پلیرای کلش نیست. من قبلا هم این حرفا رو زدم، اونا خودشون استادن، نیازی هم نیست یکی مثل من بیاد بهشون یاد بده، من خودم شاگردشونم. دمتون گرم. ولی می‌خوایم با هم دیگه خیلی دقیق بیایم بررسیش بکنیم و ببینیم که هنوز میارزش ازش بخوایم استفاده بکنیم یا نه. خب ببین، الکترو دراگون دیگه همه اونایی که حالا میخوان یه ذره ساده طلب ترن و میخوان راحت اتک بزنن خب از الکترو استفاده میکنن دیگه، چیز واضحه. فول الکترو دراگون میچینن، مپو میذارن، حالا شد نشدم دو ستاره خیلی هم خوب. ولی الکترو دراگون ببین، هم هلسش بیشتر از دراگونه، هم ضربه‌ای که وارد میکنه بیشتره و هم اون ابیلیتی که داره، خب این ضربش به صورت برقیه دیگه، ساختمونایی که کنار هم دیگه هستن رو با هم میزنه، پس از این لحاظ خب بهتره از دراگون. اما دراگون درسته که هلسش و اون ضربه‌ای که وارد میکنه یه مقدار کمتره، اما خیلی سریعتر از الکترو دراگونه و خب این خیلی بهش برتری میده، خصوصا موقعی که مپ حریف واقعا پخشه. الکترو دراگون قبلا بهتون گفتم هنه، وقتی میذاریش اول یه 6 7 تا نفس میکشه بعدش میزنه، ولی دراگون خب اینطوری نیست. دراگون سریع شروع میکنه ضربه وارد کردن و این یه برتریه که نسبت به الکترو داره. و ما توی تانهالای بالاتر به خصوص تانهال 13 و 14 اینجاست که میبینیم دراگون هنوزم تاریخ مصرفش نگذشته، حتی شاید بعضی مواقع اون کاربردی که داره بیشتر از الکترو دراگونه. برای تانهالای بالاتر لولای حالا دیگه فهم کنم لول 9 دراگون الان بالاترین لولشه، لول مکسشه که برای تانهال 14 وارد بازی شده و حالا رنگا و این چیزاش هم میایم با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی برای تانهالای بالاتر دراگون واقعا خیلی جواب میده. بعد یه نکته که میخواستم بهتون بگم، اونایی که از قدیم حالا یادشون هست و این چیزا، دراگون لول یکش سبز رنگ بود، کاری حالا نداریم، زیاد اهمیتی هم نداره، ولی لول یکش سبز رنگ بود. عکسی که اینجا از دراگون قرار داده حالا حالت بنفشه یه جورایی،
و این عکس دراگون لول 2ه. دراگون لول 2 این رنگی میشه. بعد خیلی جالبه، دراگون کم کم شروع میکنه قهوه‌ای شدن، قهوه‌ای تر میشه و یه ذره قرمز میشه، مثلا حالت روسی روسه. آره. بعدش که حالا دیگه خیلی قرمز شد و قرمزتر و قرمزتر و دیگه تو چشاش قرمزی و آتیش زد بیرون، اون موقع است که لول مکسش که حالا تازه اومده دوباره برمیگرده سبز میشه. من نمیفهمم چرا باید این کار بکنن، واقعا دوباره دراگون رو به لول 1 شبیه بکنن و میخوان بگن که همه چیز بازگشتش به اصلشو، نمیدونم. خلاصه ولی خلاصه بیاین با هم دیگه بریم چند تا از اتک هایی که چند تا از ترکیب هایی که میتونیم برای اتک زدن با دراگون بچینیم و ببینیم. راحت ترین چیز که همیشه گفتم، دست بذار روش ول نکن، وول دراگون. 15 تا دراگون در حالت حال حاضر که 300 نفر مکس کمپ بازی ما میتونیم 15 تا دراگون ببریم و ته تهش جوابم میده. حالا جلوتر میریم با هم دیگه ویدیو میبینیم و میبینیم که با همین 15 تا دراگون میتونی راحت مپای خیلی قوی حتی بزنی، ولی خب باید اسپلی که باش میبری و اون ماشینی که حالا استفاده میکنی و این چیزا رو دقت بکنی، از کینگ و کوین و قدرت واردن و اینا همه استفاده بکنی و میتونی اون موقع مپشو بزنی. یکی دیگه از ترکیبایی که میتونیم برای اتک زدن با دراگون ازش استفاده بکنیم اینه که بیایم چند تا دونهشو پاک کنیم و به جاش مثلا هیلر ببریم. بعد با هیلر ما میتونیم کوین واک بکنیم. کوین واک هم که میدونین دیگه، چند تا هیلر میندازی بالا سر کوینت یا بالا سر واردنت و ازش حمایت میکنی، دراگونا میرن از یه سمت دیگه، کوین اون برو خالی میکنه برات دیگه، اوضاع راحته. و تازه حالا اگه ما 300 نفر باشیم میتونید یه دونه بیبی دراگون هم ببرید. چیزی که خودم پیشنهاد میکنم بیشتر از ترکیبای دیگه حالا اینه که حتما بیبی دراگون رو با خودتون ببرین. بیبی دراگون خصوصا اگه دو تا ببری میتونه دو طرف مپ رو راحت برای خودت خالی بکنی، دراگونا رو بچینی برن داخل. و یه نکته باحالی که میخوام بهتون بگم اینه که دراگون کاربردش دقیقاً برعکس بیبی دراگونه. یعنی چی؟ این دراگون کوچولویی که اینجاست، بیبی دراگونی که اینجاست، معمولاً خودتون میدونین دیگه، وقتی تنهاست قدرت تخریبش میره بالا و وقتی دست جمعی میذاریش دیگه خونساس یه جورایی نمیتونه کاری بکنه. ولی این دراگونی که اینجاست، خود دراگون اصلی، اگه تنها باشه گیره یه اینفرنو، گیره یه دونه نمیدونم اسکتر شات، گیره ایر دفنس بیفته، کارش تمومه و بیشتر قدرتش اون وقتیه که گلهی بریزیش بره سراغ حریف و اون موقع اثرش خیلی بیشتره. اگه یه دونه ریج هم روش بندازی که دیگه قوقا میکنه و واقعا خیلی اثر بیشتری داره. و البته اینم بگم، الزامی نیست که حتما باید هیلر ببرید دیگه. البته اینا رو اینقدر قبلا گفتم توی ویدیوهام که میدونین خودتون من نباید بگم چه ترکیبی بچینین. نه، فقط میام میگم که میتونین با اینا بازی بکنین، هی ور برین و با ترکیبای مختلف اتک بزنین. میتونین اصلا این هیلر رو نبرین، من خودم معمولا نمیبرم اصلا. و مثلا با ترکیب 14 تا دراگون 2 تا بیبی دراگون خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. این 2 تا بیبی دراگون اطراف رو خالی میکنن و دراگونا رو قشنگ میچینی وسط، راحت میرن داخل. میایم جلوتر راجع به اسپلا صحبت میکنیم، حالا فعلا راجع به همین قسمت صحبت کنیم. یا اینکه مثلا میتونی چه بیبی دراگون ببری چه نبری، یه تعدادی از دراگوناتو کم بکنی و به جاش بالون ببری. قدرت بالون و دراگون از قدیم زیاد بوده، هنوزم زیاده، این دوتا با هم دیگه خیلی جورن. یه کار دیگه ای هم که میتونی بکنیم، حالا من زیاد ور نمیرم به این چیزا، میتونیم اینا رو کلا حذف کنیم، فقط دراگون باشه یا اینکه اینا هم باشه و بیایم یه تعدادی مینیون ببریم. چرا مینیون ببریم؟ مینیون توی خود اتک خیلی اثری نداره، اگه بفرستش بره داخل زرتی میمیره. ولی خب اگه ما شروع کنیم خالی کردن و برن جلوتر، مثلا گوشه های مپ یه قسمتش باقی میمونه، اون موقع است که مینیون خیلی به دردمون میخوره. اون موقع است که مثلا مینیون اگه یه دونه خونه کارگر اینوره، نمیدونم یه دونه مخزن اونور مونده، این مینیونا خیلی به دردمون میخوره. خیلی خوب میشه اگه مثلا ما بتونیم 5 تا دونه، 7 تا دونه، 10 تا دونه از این مینیونا با خودمون ببریم و اصلا دیگه مثلا بقیه رو نبر. اینا مال برای خود اتک زدن بهتره، استفاده از بالون. ولی خب استفاده از مینیون برای آخرای مپ خیلی خوبه، برای آخرای اتکمون که ممکنه زمان کم بیاری، ممکنه دراگونا همه برن جلوتر و بمیرن، ولی مثلا چند تا دونه مینیون باقی موندن و یه دونه کینگ. خب کینگ میاد دفاعی رو میزنه ولی نمیرسه دور تا دور مپو خالی بکنه، اون موقع است که مینیونا خیلی به درد میخورن. البته که نباید الکی ازشون استفاده کرد، ولی خیلی به درد میخورن. و یکی از سربازایی هم که به تازگی وارد بازی شده، یعنی دراگون رایدر، اینم دوباره اثرش با دراگون خیلی خوبه. مثلا 7 تا دونه از این ببر، نمیدونم 6 تا از این ببر یا 6 تا از اون ببر، 7 تا از این ببر، مثلا چند تا دونه مینیون ببر یا یه دونه بیبی دراگون. ولی کلن
دراگون رایدر و دراگون با هم دیگه خیلی تیمی خوب کار میکنن. دراگون رایدر رو میفرستی، دفاعی ها رو میزنه، دراگون پشت سرش میره جلو، خیلی خوبن. ریج میخوای بزن خوبه، از اسپلای دیگه میخوای استفاده بکن، حالا میریم با هم دیگه بررسی میکنیم. ولی کلا این کارتایی که اینجا حالا با هم دیگه بررسی کردیم، کارت نگیم، اون کلش رویال گنس، سربازایی که اینجا با هم دیگه بررسی کردیم خیلی با هم دیگه جورن. مینیون، بالون، دراگون، دراگون رایدر، هیلر و کلا اینا خیلی خوبه، با هم دیگه میشه ازشون استفاده کرد. ولی اگه هدفتون اتک زدن با دراگونه، تعداد دراگونا رو زیاد کنید، نه این تعداد دراگونا رو کم کم بکنید، مثلا 10 تا دونه بالون بیارید، 5 تا دونه نمیدونم هیلر بیارید، مثلا 2 تا دونه دراگون. هدف اگه اتک زدن با دراگونه، دراگون باید غالب هم باشه. بریم جلوتر سراغ این نکته که از چه اسپلی استفاده بکنیم. اون قدیما که بازی خیلی ساده تر از الان بود، خب دیگه همه می اومدن سراغ این لایتنینگی که اینجاست دیگه، 10 تا 11 تا 7 تا 8 تا هر چند تا که میشد لایتنینگ برمی داشتن، پخش میکردن تو مپ، هر چی شد و میزدن دراگونا رو ول میدادن. ولی الان خدایش اینطور نیست. توی اتک زدن با الکترو دراگون هم بهتون گفتم الان بازی سخت‌تر شده و اگه شما این کارو بکنی قطعاً کم میاری. بری جلوتر اینفرنو دراگونش اینفرنوش میزنه، بری جلوتر نمیدونم توپخانه عقابش میزنه، برج بیزارش میزنه، اسکاتر شاتش میزنه. و اگه فقط بخوای با این لایتنینگا مثلا ایر دفنسش رو از کار بندازی، قطعاً به مشکل میخوری، مگر اینکه یا طرف خیلی مپش داغونه یا اون دلایلی که قبلا بهتون گفتم، مثلا شانس و این چیز. و این اصلاً جواب نمیده. در دیگه ته تهش اینه که بهتون گفتم اگه مثلا به فاصله 3 تا دیوار 2 تا دونه ایر دفنس دیدین، بیاین مثلا با 3 تا دونه لایتنینگ بزنینش. در غیر این صورت نبرین زیاد. نهایتش اگه دیگه خیلی اوضاع خوب میشد، با 6 تا دونه لایتنینگ میتونین یه قسمتی از مپ رو خالی بکنین، از سمتی که حالا ایر دفنس ها نزدیکتون هست شروع کنین اتک زدن و برین دیگه. بیشتر از 6 تا واقعا توصیه نمی کنم، واقعا توصیه نمی کنم، خصوصا برای تانهالای بالاتر دیگه اصلا جواب نمیده از این تعداد. بیشتر همین تعداد هم زیادیه البته. و اسفل هیل خوبه ولی زیاد اوکی نیست. و اسفل یخ، اسفل یخ که باید اصلا باشه، اسفل یخ مگه میشه نباشه، خصوصا اگه بخوای از اسپل بات استفاده بکنی که اسپل بات اصلا خیلی جوره با دراگون. شما با دراگون شروع میکنی اتک زدن، میری تا وسط مسطح های مپ تانهال حریف رو میزنی، همون موقع است که شروع میکنی پیاده کردن اسپل های خفاشت. اسپل های خفاش رو که انداختی دیگه باید بدونی دشمناش چیه دیگه، اینقدر گفتیم این چیزها رو تکراریه. دشمنش میشه اینفرنوی چند جهته، دشمنش میشه نمیدونم برج ویزارد و اینجور چیزا. خب اون موقع حتما ما باید یخو داشته باشیم که حمایتش بکنیم. و میدونین دیگه اسفل خفاش هم تنهایی جواب نمیده، یکی دوتاش کافی نیست، 5 تا حداقل میخوای دیگه. ته تهش خیلی دیگه بخوای کم ببری 4 تا، ولی باید حداقل 4 5 تا رو ببری. و خب اگه هم میبریش به تنهایی دوباره کاربردی نداره، اگه گیر یه دونه ویزارد تاور بیفته نابود میشه، همشون با هم حروم شدن دیگه. در نتیجه باید یخو ببریم براش. و اینکه ما چه موقعی از کدوم اسفل استفاده بکنیم برای اتکمون، میریم جلوتر حالا با هم دیگه بررسیش میکنیم، توی خود ویدیو هم میتونیم ببینیم. ولی بهتر بگم بهترین حالت استفاده از اسفل بات اون زمانیه که حریف توی مپش اینفرنوی چند جهته نداره و اون حالتیه که ما مطمئنیم که میتونیم تانهال حریف رو از کار بندازیم. چون اگه مثلا ما تانهال حریف رو از کار نندازیمش و دیگه فقط امیدمون باشه به اسفل بات، نمیشه واقعا نمیشه، تعارف نداریم با هم دیگه. خیلی خب بزن اینجا رو پاک کنم. از اسپل نامرئی هم که دیگه خودتون میدونین با استفاده از کشتی هوایی و سوپر ویزارد میشه راحت یه محوطه وسیعی و خالی کرد، دراگونا راحت میان بقیه جا رو میزنن، خیلی هم جوابه، خیلی هم خوبه. از اسپلای دیگه هم میشه استفاده کرد، ریج رو گفتم بهتون، ریج خیلی خرکی میکنه دراگون رو، خیلی قدرتش رو میبره بالا، واقعا جوابه، واقعا خیلی خوبه، ولی یکی دو تا بیشتر نبرید. و استفاده از اسپلای مثل اسپل کلون و اسپل مثلا اسپل اسکلت، اینا هم خوبن، ولی برای اون کسایی که دیگه میخوان واقعا حرفه‌ای اتک بزنن، ما تو این ویدیو کار با این قضیه نداریم و نمیخوایم دیگه اینقدر قضیه رو سخت بکنیم که دو ردیف نیرو و نمیدونم اسپل و این چیزا ببریم، نه دیگه ما میخوایم فقط یه چیز اصول کلی و کاملش رو با هم دیگه بدونیم. و خب در مورد اینکه از کدوم ماشین نبرد یا حالا هر چیزی که اسمش هستم استفاده بکنیم، دیگه خیلی میدونیم دیگه، قبلا صحبت کردیم راجبش، همشون خوبن، بستگی داره مپ حریفی که میخوای بزنی چطوریه. من میگم الوارندوز بهتره،
بعدش هم کشتی هوایی، که داخل کشتی هوایی دوباره میتونی سوپرویزار ببری، میتونی بالون ببری، میتونیم نمیدونم یتی ببری. اینکه چیرک بدیم دست خودمونه به اتکی که میخوایم بزنیم. ولی خب همیشه گفتم داخل کشتی هوایی اگه میخوای از سوپرویزار دو اسپل نامری استفاده بکنی که خب قلق داره باید بلد باشی و این چیزا، اوکیه، خیلی هم خوبه. در غیر این صورت یا بالون ببر، یا اگه میدونی که دور مثلا تانهال دیوار نیست و به مشکل نمیخوری و این چیزا، خب بیا مثلا یتی ببر با والکری خداست. میتونی مثلا از پکا استفاده بکنی، میتونی فول گالم یخی بکنی، گالم یخی اون وسط رو برات شروع میکنه یخ زدن و دراگون رو راحت میزنن. خیلی خوب است، همه اینا میشه استفاده کرد و بستگی داره بیشتر به اینکه ما میخوایم چه مپی رو بزنیم، چه شکلی و این حرفا. بریم با هم دیگه چند تا اتک ببینیم، دیگه چیزی نمونده که بگم. نه بریم حالا با هم دیگه چند تا اتک ببینیم و حالا اگه قلقی چیزی هم هست همونجا روی ویدیو با هم دیگه بررسی میکنیم، اینکه معمولا چه مپایی رو بهتره که با مثلا چه ماشینی بزنیم، یا مثلا از کدوم اسپلا استفاده بکنیم، کی از بت استفاده بکنیم، کی بیایم از لایتنینگ و مثلا اسپل زلزله استفاده بکنیم، و این چیزها رو حالا جلوتر داخل همون ویدیوهایی که با هم دیگه میبینیم بهتون میگم. دمتون گرم، بریم سراغ بقیه ویدیو. خیلی خوب بچه ها، بریم سراغ این اتک. اینجا رو با هم دیگه ببینیم. 8 تا دونه اسپل لایتنینگ و 2 تا دونه اسپل زلزله. یه نکته ای که خیلی مهمه و احتمالا خیلیاتون هم میدونین اینه که با هر 4 تا دونه لایتنینگ و یه دونه زلزله مکس ما میتونیم حتی اینفرنو رو هم از کار بندازیم. و خب این مپی که اینجا میبینین قشنگ خوراک این کاره، چون ما با هر مثلا 4 تا دونه لایتنینگ و یه دونه زلزله این دو طرف مپ رو خالی کردیم سمت چپ و راستو، و دیگه فقط بالا تا پایین مپ باقی مونده. با یه دونه بیبی دراگون و یه دونه دراگونی هم که اونور انداخت میتونه راحت اطراف رو خالی بکنه تا قشنگ دیگه دراگونا رو مثلا بالا بچینه بیان تا پایین، و با استفاده از اون مثلا کینگ و کوینی که داره و واردنی که داره و ماشین الوار اندازی هم که با خودش برده میتونه از اون بالا تا پایین رو قشنگ صاف کنه. بالونا رو اینجا شروع میکنه فرستادن، و دلیلش هم قطعا اینه که اگه تله‌ای اونجا هست بخوره به بالونا نه به دراگونا، چون اگه مثلا کلی از این مینای هوایی باشن خب دراگونا رو یکی یکی میکشن. پس در نتیجه اینجا بالونا رو یه جورایی تومه کرد، هدفش این نبود که با بالونا بیاد مثلا اون ایر دفنسا رو از کار بندازه، نه قشنگ این بالونا رو فرستاد پشت سرشون شروع کرد چیدن دراگونا پیش هم دیگه. گفتم خیلی نباید از هم دیگه دور بذاریمشون، بهترن وقتی با هم دیگن، سرعتشون بیشتره، تعدادشون بیشتره. و اون ماشین الوارانداز هم قشنگ راهو باز کرد تا خود تانهال، کینگ و کوین و کلا هیراش قشنگ اومدن تا اینجا. اینجا شروع کرد استفاده کردن از اسپل ریجش. چرا؟ چون میخواد مطمئن شه که تانهالو میزنن کینگ و کوینش و البته یتی هایی که با خودش آورده از داخل ماشین الوارانداش. خب اینجا رو ببینین، از قدرت کینگ و کوینش اینا استفاده میکنه، الان قدرت کوینش رو میزنه، اینفرنو رو از کار میندازه، دیگه فقط موندن این چند تا تسلا و یه دونه یکی دو تا آرچر تاور و ایکس بو، و از اسپل سمش هم حتی استفاده نکرد، الکی اینجا میندازتش چرت و پرت. و ببینید دیگه مپو زد به همین راحتی. حالا این اتک برای تانهال 12 بود و اومد خیلی راحت با استفاده از اینا بدون حتی مثلا رویال چمپیون این مپو زد. حالا اگه مثلا رویال چمپیون و این چیزا هم داشتیم که کار دیگه خیلی راحت تر بود. میبینین یتی چقدر خوبه وقتی داخل کلن کسل با خودمون میاریمش و اون وسط مپ و اگه به شلوغی چیزی بخوریم یتی اصلا قوقا میکنه. واقعا یکی از بهترین چیزهایی که ما میتونیم داخل مثلا حالا اگه ماشین الوار انداز داریم، الوار انداز یا حتی اگه چیزهای دیگه ای داریم، از هر چیزی که بر به عنوان ماشین داریم استفاده میکنیم یتی یکی از بهترین چیزهایی که واقعا میتونیم ببریم. حالا بریم چند تا ترکیب دیگر رو هم با هم دیگه ببینیم و ببینید بیایم. خیلی خب بریم سراغ این یکی اتک. اینجا رو خوب ببینین، یه دونه دراگون میفرسته این ور و یه دونه هم مثلا میفرسته اون ور تا اطراف رو خالی بکنه. و چرا توی این یکی اتک اومده از اسپل بت استفاده کرده به جای اینکه مثلا لایتنینگ و زلزله بیاره؟ دلیلش رو الان متوجه میشیم. به خاطر وسط مپ اومده طرف توی این کسی که داره بهش حمله میکنه 3 تا دونه از برجای ویزاردش رو گذاشته پیش هم دیگه. خب 3 تا برج ویزارد پیش هم دیگه یعنی به راحتی اگه به اون وسط برسی همشون از بین میره. خب ما اینجا الان شروع میکنیم به اتک زدن.
درسته که میتونیم مثل اتاک قبلی هم دوباره به این یکی حمله بکنیم ها، ولی چون که مثلا اینفرنوهاشو تنها گذاشته این ور اونور ارزش نداره به نظر من، چون که اون وسط ما یه مش هنوز ایر دفنسی داریم که اینجوری دست نخورده باقی میمونن و یکم مشکل ساز میشن برای ما. خیلی خب، اینجا اسپل سمش رو هم انداخت که بتونه اون کوین حریفش رو راحت از کار بندازه. داخل ماشین الوار اندازش هم یتی برده با خودش. اون محوطه وسط رو ببینین، اونجایی که پر از تسلا و برج ویزارده، اینجا رو با یتی و اون کوینش که وسط به راحتی از کار میندازه و اینجا با استفاده از قدرت کوینش شروع میکنه به زدن تانهال. وقتی مطمئن شد که دیگه تانهال رو از کار انداخته، اون لحظه است که شروع میکنه قرار دادن اسپلای بتش، اسپلای خفاشش. و دشمن اسپل خفاش هم دیگه همه میدونیم دیگه، راجبش هم صحبت کردیم، برج ویزارد اینفرنوی چند جهته. توی این اتک طرف اینفرنوی چند جهته نداشت و این براش مشکل ساز میشه. و ببینین الان این همه مثلا ما خفاش اینجا داریم که خیلی راحت میرن اینفرنوی طرف از کار میندازن، اصلا اینفرنو جلوی این همه خفاش کاری نمیتونه بکنه و بقیه چیزایی هم که دور مپش هست میزنیم و خیلی راحت این مپو سست دارش میکنیم و به راحتی واقعا خیلی هم ساد. بریم سراغ اتک بعدی با هم دیگه، یه اتک دیگر هم ببینیم و بیاییم. خیلی خب، بریم سراغ این یکی اتک. این دفعه یه تانهال 14 فوق‌العاده سگ لول داریم و ترکیبی که میخواد باشه اتک بزنه ترکیب فول دراگون. اینجا رو ببینید، اولین کاری که میخواد انجام بده اینه که میاد دو تا دونه دراگون رو اینجا میندازه. یه جورایی بهتر بگم اینا رو توبه میکنه، چون این دوتا هیچ کاری نمیتونن بکنن. منتها اگه تسلایی چیزی اونجا باشه، اگه تله‌ای باشه، میاد بیرون این اطراف رو خالی میکنه. حکم بیبی دراگون رو براش داشت، ولی خب بیبی دراگون ممکن بود که سریع بمیره، در نتیجه از دراگون استفاده کرد. با استفاده از کینگ و کوینش این پایینو که مطمئنم بودیم یه جورایی پر از تله است رو از کار میندازه و کینگ و کوینش میان داخل این محوطه. این قسمت رو ببینید، الان این ور مپ یه جورایی داره خالی میشه کم کم. با استفاده از کوینش هم این اینفرنو رو از کار انداخت، حتی اگه شانس بیاره شاید بره و اون توپانه عقاب رو هم بزنه یکم دیگه. اینجا شروع میکنه به چیدن دراگوناش. اول از همه دقت بکنین، یه دونه اینفرنو رو اون سمت گوشه گذاشت که پخش نشن، بعد همه رو با هم چید و این کشتی هوایی رو هم فرستاد تا بره سمت تانهال. از قدرت واردنش خیلی به موقع استفاده کرد، یه دونه اسپل ریج رو اینجا انداخت. اینجا میتونست از اسپل کلون هم استفاده بکنه، بهتون میگم بالونا قشنگ 100 برابر میشدن، کلی زیاد و قشنگ اون وسط رو میترکون. از داخل کلن کسل حریف هم ببینید، بدبختی الان سوپر مینیون در اومده، ولی خب با استفاده از دراگونا میزنتش، چون دراگونا هم سرعتشون زیاده هم تعدادشون زیاده و خب اون محوطه رو خالی میکنن. الان مشکل توی این اتک اون اینفرنویه که باقی مونده، چون اطراف که یه جورای دیگه راحت خالی میشه. این محوطه رو ببینین الان اینجا داره با استفاده از کوینش کم کم خالی میکنه میاد جلو، هنوز از قدرت کوینش استفاده نکرده. و ببین اینجا رو حالا البته یه ذره هم داره شانس میاره، ولی مطمئنا اینفرنو رو الان با استفاده از همین واردنش از کار میندازه و دیگه هیچ چیزی نموند. یه دونه تسلا اون بالاست که مطمئنا نمیتونه کاری بکنه جلوی این دراگونا و کوینی که هنوز قدرتش رو نزده استفاده نکرده. و این مپ به این سگ لولی و فقط با دراگون زد و واقعا کار باحالی بود. و خب دیگه باید اینو بدونیم که اتک زدن با دراگون هنوزم از مود نیفتاد و خیلی قویه. ببینین این مپ واقعا خیلی قوی بود و فقط با فول دراگون با استفاده از کینگ و کوین و اسپلای به موقع اون چیزا زدش. خیلی هم عادی. خیلی خب رفقا، اینم از این. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، به دردتون بخوره، از دراگون استفاده کنید، چون که هنوز دراگون یکی از قوی ترین سربازای بازیه، هنوزم میشه بهش اعتماد کرد. واقعا مپای خیلی خرکی و میشه با دراگون درش آورد زدش و واقعا خیلی قویه. میشه از اسپلای مختلفی استفاده کرد، همونطور که دیدین استفاده از لایتنینگ و زلزله بعضی وقتا خیلی جواب میده، استفاده از اسپل بات بعضی وقتا، استفاده از کشتی هوایی و بالون، کشتی هوایی و سوپر بیزارد، استفاده از انواع چیزا، یتی و اون وسط با الوار انداز بفرستین، اصلا خیلی خوبه و به راحتی میتونین با دراگون کارهای عجیب غریبی بکنین. خیلی حال میده، خیلی هم خوبه، خیلی هم قویه. امیدوارم به دردتون خورده باشه. دمتون گرم، خیلی ممنونم که تماشا کردین. همون حرفای همیشگی، بقیه ویدیوهای منو میتونید توی کانال یوتیوب دنیای مستر پانک تماشا کنید و اینکه لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم، خیلی متشکرم ازتون. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.